سلام به همه کنکوری های عزیز خسته نباشید الان که براتون این ویدیو رو میگیرم یک و پنج دقیقه شب نه و پنج دقیقه صبح یا شب نه کدومش واضح شد این ویدیو رو بگیرم یعنی اینقدر که میدیدم که چه شاگرده خودم چه دانش آموزای دیگه اینقدر توی تنش و استراب بودن گفتم این ویدیو رو بگیرم یکم باهاتون گپ و گفت کنم اصلا بگم شب قبل کنکور روز کنکور چه کار انجام بدیم چه کار انجام ندیم بعد کنکور چه کار انجام بدیم یکم صحبت دوستانه با هم, هم داشته باشیم اونجایی که من خودم آدمی بودم که سه کنکور دادم و حالا سال سوم رفتم دانشگاه این پرنده رو از خیلی از شماها بیشتر تکرار کردم و تجربه خیلی بیشتره حالا چه پس خودم چه بحث شایردام گفتم یه جنبندی کنیم و اینا خیلی مهمه این ویدیو رو تا تایش ببینید شاید قسمت از ویدیو در رابطه با حقایق زندگی باشه که برای خب خیلیاتون شنیدنش خوشحال کننده نباشه و ولی خب چیزی که هست که آرامشی بهتون میده من همیشه یقینم هم که امید داشتن به چیزی که رخ نمیده امکانه سفره خیلی خطرناکه توی زندگی امید علکی آدم رو نابود میکنه فرض کن مثلا مثل سراب میمونه دیگه فرض کنی کسی تو کویر یک سرابی رو ببینه فکر میکنه این آبه زوغ میکنه به سمتش میدوه حرکت میکنه بعد یه ها میبینه نیست خب خیلی به هم میریزه دیگه ولی اگه از اول میدونست آبی اونجا نیست حالا شاید معدبانه نباشه سگ دو نمیزد اونطوری نمیدوید به اون برسه امید نمیگرفت حب نمیگرفت و با شرایط کنار میومد میخوام خیلی صادقانه با هم صحبت کنیم چون آدمی نیستم که بشینم مثلا تو این ویدیو بگم قطعا میشه فلان میشه توکل کن نمیدونم قطعا نتیجه میگیری نه هم چه آدم نیستم من آدم واقعگرایی هم اصلا اگه شما هیچی نخونده باشی توکل معنی نمیده که هیچی نخوندی بدیم و توکل کن نه معنی نمیده که. حالا بکس اینا که صرفا مقدمه بود در رابطه با شب قبل کنکور آقا شب قبل کنکور شما مطالعه نداشته باش من دارم بحث تجربه میام این شاموز من داشتم یا خود منم متاسفانه اینطوری بودم سال کنکورم یعنی شب قبل کنکور نشسته بودم ویدیوهای تحلیل سایت قلمچی اون کنکور خودمون که حالا م... کنکور ریاضی بود صبحش چون تجربی فرداش بود ریاضی صبح بود نشسته بودم می میدیدم اولش که ساعت تقریبا دو سینا این ساله کنکور اومد بیرون و من هم خب اینا رو دانلود کرده داشتم حل میکردم مثلا فیزیک و ریاضی و شیمیش رو حل میکردم حالا اون موقع عمومی هم بود عمومی هم حل میکردم تا دوازدهش شب هم طول کشید چون دوازه شب تازه سایت قلمشی تحلیل رو گذاشته بود من هم داشتم تحلیل رو مو به مو میدیدم خیلی خسته شدم و اون سال کنکور ما چون اولین سالی بود که یه ها کنکور خیلی سخت شد من ولی کنکورم 98 بود آخرش هم 1400 بود که با 1400 رفتم دانشگاه یادم این وقتی من دیدم سوالات انقدر سخته حسابم به هم میخت یعنی من سوالات کنکور ریاضی رو دیدم خودم آدم بودم که تو قلمچی درصد ریاضی این بالای 78 شد بود خوره ریاضی بودم یهو یه دیدم اه چنقدر حسابان ریاضی سخته چنقدر سوالات سختش تغییر کرده احسابم بیخته بود به هم مثلا تا صبح خواهم نیم بود همین گفتن اگه فردا هم سخت باشه چی و من قطعا سخته و سختم شد خیلی هم سخت شد آقا شب قبل کنکور این کار رو انجام نت فیلم تحلیل نبین سوالات کنکور نمیدونم انسانی و هنر و زبان و ریاضی رو حل نکن چیکار کن؟ ماکسیموم دو ساعت مطالعه کن اون دو ساعت مطالعه هم چی باشه؟ قسمت هایی که نوت برداری کردی. قسمت هایی که حالا توی کتاب درسی خط کشیدی احساس میکنی خیلی مهمه قسمت هایی که یادت میره آقا مثلا مراحل تمایز اسپرم این چهارتا رو یادت میره هی اینا رو نوت بردشی همون رو بخون مطالعه سنگین نمیخوایم انجام بدیم ببخشید دماغم گرفت مطالعه سنگین نمیخوایم انجام بدیم هر آنچه که بلدی و نوت برداشتی و مطالعه کن نیازی نیست حالا بشینی مثلا سه سال گیاهی نخوندی حالا میخوای بشین تازه شروع کنی به گیاهی خوندن نه این کار انجام نده سودی نداره ورق بزن ورق بزن نگاه کن یه مثلا تو درسه مثل فیزیک فرمولا رو ببین تو درسه مثل شیمی فرمولا رو ببین واکنش ها رو ببین زیستم که بهتون مثال زد یا مثلا ریاضی فرمولا رو نگاه کن حالا اون قسمت که فرمول داره اون قسمت که کمی مثلا مثل اون دایره بیزی بود چی بود اون فرمولاش اونا رو بشین ببین حرکت جدیدی انجام نده مطالعه نکن سوال حل نکن روز آخر معلم نگیر معجزه رخ نمیده ما تو کنکور اصای موسا نداریم کنگور چیز واقعیت یه هفته مونده به کنکور دو روز مونده سه روز مونده معجزه نمیشه امید توهمی نگیر این تا اینجا و اینکه حتما صبح سود بلند شو حتما صبح سود بلند شو اگه دیر بلند شب دیر خوابت میبره فردا سرجسه خسته اعصابت جند میخوره توش ببین اینایی که دارم میگم گاهی قد با هرس میگم خیلی غیر رسمی میگم اینا تجربیات خودم بوده تو کنکور 98 این تا واسه من افتاد من پنج نیم صبح خوابم بود پنج نیم صبح خوابم بود کوک کرده بودم شیش و یک ساعت خوابیدم انقدر ناراحت بودم که اصلا میگفتم آقا من کنکور نرم بدم اون چه سودی داره من یه ساعت خوابیدم این مخ میخواد بره چهار ساعت آزمون بده نمیکشه من گفتم نرم دیگه سوخ شده یه تموم شد رفت پس خامو مدیریت کن حالا من یه کار اشتباهی هم که انجام دادم حالا شاید الان بگید وا مگه میشه یه آدم انقدر اشتباه کرده باشه بله اشتباه کردم دارم میگم خب تو انجام نده من رفتم دیدم بنبسته برگشتم میگم تو نره دیگه تو اگه بخوای بری که دیگه خیلی دارم تجربه میگم که نری مسیر رو ببینی بنبسته یک سال تدر بره پس پرفام بر گوش کن اشتباه من بود که صبح بلند شدم هفته صبح یازده دوازه که شد خیلی خوابم اومد گفتم بزده یه نیم ساعت بخوابیم ایراد نداره دیگه نیم ساعت بخوابم نیم ساعت خواب همانا بیدار شدن همانا ساعت چهار بعد از آر بلند شدم ساعت چهار بعد از آر بلند شدم انقدر نرمت بودم و میدونستم که دیگه این درست نمیشه دیگه, دیگه. تو چهار بعد از ظهر گرفتم خوابیدم کی میخوام شب بگیرم بخوام که فردا بلند شم خب خراب شد پس دیگه تو این مسیر رو انجام نده شب قبل کنکور یک فعالیتی انجام بده خستت کن حالا میگم فعالیت این نباشه مثلا بری کوه بعد خدای نکرده ادامنه کوه پرچی پایین دست و پات بشکنه بعد بگی خدا لعنتش کنه بعد گفت فعالیت بکن افتم کوه دست و پام شکست حالا نمیتونم برم سر کنکور آقا یه فعالیتی که آسیب بد نزد یا استخری برو یه استخر برو این فعالیت که خطر نداشته باشه طوری که خستت کنه طوری که نه ده شب اون خستگی رو احساس کنی خواب بیاد سراغت که بخوابی چون ببین همینطور شب قبل کنکور استرس داری اگر هم قرار باشه خسته نباشی دیگه سختتر خوابید مرشون خود استرس باز خوابو و به هم میزنه این تا اینجا پس با دوستت برو بیرون یه صبح تا شب با دوستت برو بیرون پیاده روی مثلا فعالیت خوبیه اینا رو انجام بده که خسته بشی تو خونه نمون فکر نکن درسته؟ مثلا من خودم تو خونه مونده بود ولی خب سال بعدش این شبار نکردم سال بعدش چهار صبح خواب بلند شدم تو نشان چهار صبح خواب بلند شدم چون نمی باشم مثلا صبح بلند شدم بوم نقاشی و برداشتم رنگام برداشتم شروع کردم به نقاشی کردن از چهار صبح تا مثلا شیچه بعد از ظهر چون نقاشی حالا اگه نقاش این موضوع درک میکنید آدم وقتی نقاشی میکنه تایم خیلی زود میگذره مثلا دواز ساعت، سانه دو ساعت خیلی خوابم که قیافم خسته است یه ببخشید خواستم حتما این ویدیو گرفته بشه اه خاطر این گفتم یه با حالا خستگیم شده اینو بگیرم آره چون صبح بلند شدم خودم مشغول نقاشی کردم که دیگه نخوابم و خوابم نبره این تا اینجا پس آقا زود بلند میشی زود زود پنج صبح بلند شو اصلا شیشه صبح نه پنج صبح بلند شو از پنج صبح بیدار باش و نخواب نه تا بسته خواب چون اگه بخوای خواب خراب کنی مزید بر اه... فردا شهستات به هم میرسه حالا یه کاری هم که خب اینجا میخوام بگم شاید مناسب نباشه ولی خب میگم دیگه بالاخره میخوام رو راست صحبت کنیم میگه خدایی نکرده <applause> انقدر استرس گرفتی انقدر داغون بودی که خوابت نبرد شب قبلش قرص ملاتونین مصرف کن قرص ملاتونین زیر نظر دکتر من الان نگم قرص ملاتونین مصرف کن بعد خدایی نکرده کسی مصرف کنه عوارضی داشته باشه روش نمیدونم تداخل دارویی داشته باشه بعد اتفاقی بیفته بعد مثلا بیاد امن شاکی باشه بگه م. این معلمه اومد گفت این کارو من انجام بدم انجام دادم نتیجه عکس داد بعد مثلا لج بیافتی و نم کار به شکایت تو بخواد بکشه من هم رو راست میگم آقا برو با من که پزشک متخصص نیستم که برو با, با فوق تخصص مغز و اعصاب مشورت کن دکتر ساینا دکتر آنلاین داره برو مشورت کن و دکتر خانم دکتر من اگه خوابم نبرد قرص ملاتونین بخورم اوکی یا نه اگه اوکی داد بخور نداد نخور چون تو انسان این قرص ها متفاوت ممکنه که بخوره نتیجه عکس بده یکی بخوره اصلا خدای نکرده آسیب مغزی براش بده یکی بخوره تداخل دارویی داشته باشه اتفاق بدتر بیفته پس اینو اگه دکتر تجویز کرد اصلا من نمیگم اصلا کار انجام نده آدم باید مسیر طبیعی زندگی رو طی کنه نه با قرص نه با دارو نه با چیز دیگه پس اینو دارم میگم اگه خدایی نکرده خدایی نکرده اگه دکتری تنکید کرد تایید کنید تنکید کرد میتونی استفاده کن اگه دکتر گفت بازم میگم من پزشک متخصص نیستم من اینو تایید نمی کن. اگه دکتر گفت تو اون هرمون ملاتونین دیگه خوندید دیگه اون بحث اپیفیز و اینا این از درست کنم ناهار شام متعادل بخور مثلا من یادم خودم ببخشید این گلوم گرفته من خودم سال کنکورم غذای شور خورده بودم جاتون خالی یه کباب شور زده بودم شام هی hey, تا صبح تشنم میشد شور که میخوری خب فشار اسموزی میره بالا آب می آب کشی بعد میره بالا دیگه آب میگیره هی hey, بعد آب بخوری هی hey, کار به دستشوی میکشه آقا کار غیر معمول انجام نده شب قبل کنکور انسان زندگی کن قضای عادی بخور قضای عادی نه های خیلی سنگین حالا مثلا طرف سه پرس ماکارونی خورده ترشی هم زده یه دو قابلی هم روش زده یه دسر هم بعدش مصرف کرده رفته با رفیقا یه قلیون هم کشیده بعد حالا میخواد بخواب چرا خوابم نمیبره آقا منطقی باش اون روزا این آدم زندگی کن بازم دارم میگم یه هنر رو فست فود به سونه. یه هنر رو میخوری مسموم میشی صبح بلند میشی غافل دل درد و گلاب برود اسهال و دلپیچه و استفراغ گرفتم این کار رو انجام ندید فست فود محسود که اصلا سخاری مخاری که اصلا غذاهای شور و سنگین که اصلا این چیز متعادل متعادل دیگه مثلا معلوم میدیانم قرم سبزی قیمه است یه چیز متعادل غذای خیلی سنگین نخور آقا ناش <تصفح> با شکم خالی نمیخواب آقا برم میبینی ویده نمیخورن آقا با شکم خالی نخواب گشنت میشه دل درد میگیره آسیب میبینه بحث تغذیه هم. هم که گفتم و اینکه اون تلگرام رو بذار کنار اون گوشی لنتی و شب قبل از بذار کنار اصلا من شب قبل از هی تلگرام چک میکردم هی شب هی خبرای مزخرف چیزای چرت و پرت آی ساله کنکور دو رفت آی نمیدونم بیا تو این کانال عضو شو سوالا رایگان گذاشته آی این کانال 7 میلیون میره سال میذاره آی فلانیو دیدی تو اون کاناله پول نمیگیره میگه وقتی انتخاب رشتت انجام شد بعد بیا پول بده آقا این هاشیا رو بند بیرون شما شب قبل کنکور آرامش میخواین نه اینکه بیای تو کانالا اخبارای چرت و پرت بشینی گوش کنی اعصابت به هم بریزه سمت گوشی نرو یا اگه سمت گوشی میری سمت چیزای بال گوشی لباس ما هم چروک میشه منم حساسه صاف میکنم باز هی چروک میشه چیزای باحال مثلا من یادمه بوم بخنده مهران مدیری رو داشتم میدم شب قبل کنکور یه رفته بودم توی یوتیوب چیزای باحال رو میدیدم میم های میدیدم این شرکایی که درست میکنن خنده داره رو میدیدم انجام بده نه که بشینی حالا ببینی سال کنکور گیره میاد نه گیرت نمیاد سال کنکور گیرت نمیاد اینقدر این یعنی کشکه که که تو تلگرام چک کنی در لینک زیر سالات کنکور را مشاهده فرمایید فوری ادمین سالات کنکور گذاشته تا پنی قدیگه پاک میشه هدیه ادمین به دانش آموزه از این ساله کنکور نه ها ساله کنکور لو نمیره شاید تک و توکی انتفاق بیافته ولی لو نمیره چون به دست یکی دو نفر برسه به دست صد نفر میرسه هزار نفر را پخش میشه پس اون خیلی اهمیتش بالاست الکی نگرد شب قبل کنکور دنبال سال کنکور اصلا تو به هم بریزید به یه دنبال این هم یه پارتی اینا اونو بیخیال شو ببین سالم زندگی کن مسیر کج بالاخره یه جا کار رو خراب میکنه این از این نه عجیب خرید مثلا یه ها نرو شب قبلش بخون چرا مثلا یهو یه به یه روی رمان مثلا ترسناک بخون یه حرکت غیر معقول انجام بده مثل یک انسان بی زندگی کن شب قبل کنکور این تا اینجا اینم که بهت گفتم شب قبل کنکور تمام چیزی که نیاز آماده کن مداد سه چهار تا ازش بتراش آماده کن مثلا فردا صبح بودن میشی آه مدادم هست تراش نشده آی چه کار کنیم چه کار کنیم آقا همین چی آماده کن مدادتو کامل تراش کن چند تا هستش تیز تیز اگه اتود می نمیسی اتود که پیشنهاد هم که اتود بر یه اون وسط هت... تق 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 بس کنکور کن نکن پاک کن چند تا بردار که میخوای پاک کنی و این پاک کنی پرد نشه دومت بر اون بر حالا سر جلسه کنکور بعد بلند شی بری دومت اون پاک رو پیدا کنی مورد داشتیم دیگه من خودم روی جا آزوم بدم پله پله بود دانشگاه بود پله پله بود بعد اون بالا هم من بود. این پاکن پرد شد دیگه این پرد شدن همانا و دیگه تا هسته زمین داشت میرفت یعنی رسما یعنی فکر کنم دیگه چیزی نمونده بود از حوزه خارج بشه بیاد مثلا وارد بندر و اینا بشه این پاک کنه پس پاک کن چند تا ببر مثلا مداد چند تا ببر تراش بزن ببر تا اینجا صبح جلسه کنکور دیگه دنبال مداد اینا نگرد همه چی آماده یه گوشه قرار داده شده باشه کارت ورود به جلسه رو پرینت کن ازش دو سه تا پرینت کن آقا شانس دیگه واقعا بعضیش بعد شانس من به شانس اعتقاد دارم شاید بگی ای آقا نه کن مع... استاد آکادمیک اومده اینجا میگه به شانس آره من به شانس اعتقاد دارم حداقل تو خودم تو زندگی دیدم که دارم میگم شانس یو مثلا فرض کن چسپوندی این کارت پول به جلسه رو از چانس دیگه باد محکمی میزن اینو آه میبره میبره بعد این کارته که باد زد این باده این کارت رو میبره میندازه تو جوب این خیس میشه از بین میره و اینا که بهت میگم فضایی نیست اینا رخ میده پس ما میخوایم ریسک ها رو به صفر برسونیم این دو سه نسخه پرینت کن سنجاق ببر که واسه کنی بعضی اوزا گیرن میگن سنجاق نباشه قبول نمیکنه حالا اون وسط باید بگیری اینو با دیگه هر که این هم که بهت گفتم من شناستانه باید ببری چی یاد اون اونم باید ببری حالا من من مشاور کنکور نیستم اینا رو به اونه معلم زیستی میگم که خیلی درگیر کنکور بوده خیلی درگیر کنکور بوده یعنی اه... کوچه بس کوچه های کنکور رو از خونمون بهتر میشنسن من گویا مسیر خونه رو به درستی پیدا کنم ویز میزنم ولی کوچه پس کوچه های کنکور رو با ناحیه و تابلو و اینا می‌شناسم پس برفم گوش کن بحث خواب بحث تغذیه حتما زنگ روشن کوک کن چند تا هم کوک کن گوشی هم کنارت نزد برو بذار بالا یخچال برو بذار بالا میزد که وقتی زنگ زد مجبورشی بپری برین خاموشش کنی بعدش هم صبحونه بخور گشنه نری سر رسا صبحونه بخور آقا صبحونت هم معقول بخور یهو هم مثلا نگه آزا صبحونه بلند شدیم بریم به کل پزی کل پاچه بزنیم بعد بریم سر جلسه کنکور آقا این خربازی رو انجام ندیدی ببخشید دارم روک بگم کل پاچه آخه سنگین به سر جلسه کنکور اصلا میگه کار میکنه این این مدلی سر جلسه کنکور منطقی پیش برو کل پاچه نزن یه وسط صبحش حتی حلیم هم نزن حلیم خیلی هم میخورن. ترش میخورن. هی ترش میکنی احساس میکنی که انگار نمیدونم آبگوره میاد بالا میره پایین چیز یه چیز معقول یه سبونه ای که همیشه میخوری و باهاش اوکی و عزتت نمی نمیکنه مثلا برا من تخم مرغ اوکی بود حالا شاید تخم مرغ بگی که نه تخم مرغ بخوری تشنت میشه آقا متفاوت صبونه ایدالت من املت دوست داشتم من عمله های حسنی که نشون میده تو اینستاگرام خودم عمله زدم خود حالا املت هم حالا میاد انقدر شور الان میگم املت میاد املت هم انقدر شور میکنه بعد میاد کامل میذاری که معلم زیست، گفت املت بخوریم الان خوردم شور بوده واسه جلسه کویر شدم یعنی کویر لود شدم آقا معقول اصلا تخم مرغ بی خیال تخم من انجام دادم یه کار دیگه آقا صبونه ایدال نون پنی چای شیرین همونو بخور نمیدونم نون عسل و چای شیرین همونو بخور نون مربای همونو درسته این چیزی که شیرین باشه خب مخ شیرینی یه چیزی که شیرین باشه که گلوکوز بده خب سوخت مغز که میدونی گلوکوز کوکایو مصرف میکردیم یارو کتاب درسی بعد ده روز هنوز بخش پیشین مغزش مصرف گلوکوز طبیعی نشده بود بعد صد روز اوکی شده بود یه نکته هم با مرور کردیم همین الان خلاصه آره یه چیز قندی بخور که سوخت مغز گلوکوزه که این کار بکنه مثلا من املت خوردم خب املت میدیم کربایرات نتر چیز قندی باشه بهتر مثلا اصل خوبه گردو مثلا فسفور داره خوبه صبونه هم معقول بخور یه ها این شکم تو مثل این چی بگم مثل بشکه پر نکن برو سر جلسه کنکور بگی خب دیدی دیگه مثلا طرف میخواد بره سفر با من... باک بنزین ماشینشو پر پر میکنه بعد میره این معده باک نیستش که پر کنی معقول بخور بعد برو جلسه زودتر هم بلند شد آقا روز کنکور یک میلیون دانش آموز از سراسر سر ایران میخوان برن تو حوزه کنکور بدن پس ترافیک فاجعه باری در پیداری پس سری را بیافت که به ترافیک نخوری حتی معمولا ترافیک اونقدر ازت نمیکنه ترافیک توی قسمت حوزه زیاده دور از حوزه معمولا ترافیک اونقدر نیستش ما باید همه حالت ها رو بگیم دیگه بعد ما ایرانی هم دیدی دیگه مثلا طرف میخواد بره کنکور بده شاگرده دمه در مثلا حوزه میخواد کنکور بده مامانه اومده مامان بزرگی اومده بابا بزرگی اومده خاله اومده پسر خاله اومده دوست اومده نمیدونم رل اومده اکس اومده نکست اومده همسایه اومده پسر دایی بابا که اصلا شاگرد و نمیشناسه اومده و میری میبینی یک جمعیت احساس میکنی صفه دیدم دیگه من هم معلم هم دانش آموز سه که کنکور دادم پشت کنکوری هر سالم برای اینکه این, این رکورد بزنم تو درس عزیز کنکور شرکت کردم بخاطر این همش دیدم اوه جمعیت اصلا این مدلی بعد اینطوری فامیل صف کشیده آی مامان جان مراقب خودت باش فلان باش خب حق دارم بالاخره مامان محبت مادری داره ولی میخوام بگم اینا ترافیک یک ازدهامی ایجاد میکنه به خاطر این میگم زودتر برو و اینکه آقا لوکیشن حوزه آزمون تو از گوگل مپ ویز نشانه حالا هر که هست پیدا کن یهو صبح نری با ماشین هی به چرخی این ور اون ور این پیدا نشه اعصاب ویزه به هم اصلا یه دور من یه همکرستشم هم زمان خودم روز قبل کنکور رفت لوکیشن دید حوزه رو دید برگشت بر این حد اینم که بهت گفتم سر جلسه کنکور میخوای بری مواد قندی با خودت بر حال مواد قندی لزوما منظور من این نیست که این شکلات آبکی ببری این شکلات کل دست و بال تو قهوه ای کنی اون سر و صورت قهوه بعد بزنی پاسخنامه ترمالش کنی شبیه این غذای هندی درش بیاری بعد اعصابت به هم بریزه آی حالا اینجا نوچ شده آبم که نداریم و فلان و اینا خاطر من معمولا پیشانم شکلات نیست من پیشنهادم مثلا این خورما خورمایی که نوچ این خورمای این خورما هستن که این چسب میمونه این چسب رازیه اونا هم نه یه خورمایی که حالا اونقدر دست و بالت هم نوچ نکنه خورما خوبه کشمش خوبه اونها خوبه اونا ببر چون وقتی به وسط دفترش برسی مثل الان من میشه دیگه مخت کار نمیکنه خسته میشی اصلا دیگه نمیدونی چی داری میکنی چیکار داری میکنی پس یه ماده قندی به خود ببر که مخت کار کنه هر موقع است خستی کردیم رو بخوریم آب حتما با خودت ببر آب حتما ببر آب خونکم ببر آب خونکم ببر, آب خونکم ببر. که تشنه شد مصرف کنی چون بالاخره بدن آبم نیاز داره دیگه گفتن آه بعضی هم من دیدم طرف این کنه اومده پیکنیک دو ظرف خوراکی خریده شکلات چیپس پفک رانی یه قلیون با خودش آورده اون من بر... نمیدونم آقا داری کنکور میدی چرا انقدر داری بسته خوراکی میبری یه شیرین میخوای برای سر جلسه دیگه چه دلیل داری غیر منطقی و قضیه برخورد میکنی اینم که بهت گفتم آها صبح قبل کنکور انقدر بشین انقدر مسانت تو دستشویی تخلیه کن که یه قطر ادرارم توش نباشه آقا باز میگم منطقی نمد کنه نه صبونه سه تا چای شیرین بخوری یه شیرم بزنی یه آب پرتقال هم بزنی یه شیر کاکائو یه آبم بزنی که اینا رو بشورید به کنکور بعد این مسانه هم مثل بادکنک بشه خروازی نوچ قبل اینکه بری آزمون بدی یه ادرار حسابی بکن یه قطره هم جا نزار گلاب برود دیگه رفیقیم دیگه یه مدفوع مشکل بکن کل دل و روده رو تخلیه کن یعنی از معده رو تا بنداره خارجی مخرج تو خالی خالی بکن که سبک شی سر جلسه کنکور یهو نری سر ریاضی حالا یهو ببینی به مدفوع وارد راسوده شده انکاس دف میخواد به راه بیافت حالا بعد بری بیرون یه دقیقه بری بیرون دو دقیقه آقا آقا آقا, آقا دستشویی کجاست دستشویی باید این حوزه آزمون خارج بشی بری اون که ساختمونه بپیش به سمت راست <تصفح> پایین این قسمت نه استریت فوروارد Then ترن لفت آقا خب این کارا برات رخ نده دیدم دیگه مثلا سال دوم 99 که کنکور داده بودم عد شانس ما دستشویی بیرون ساختمون اصلی بود بعد چهار میمدی پایین طبقه رو میرفتی بیرون خالی میکردی باز برمیگشتی بالا خاطر این میگم تخلیه کن هر چی تو دل رو دفتر بریم که سر جلسه کنکور کار به دستوی نکش حالا یه درس هم هست میکشه انسان دیگه که دستمون نیستش که شاید حالا مثلا دستشی گرفت یه اونجا دیگه اومد بریم م. که معمولا هم اون آخرا تو اکثر افراد اینو می‌گیره استرس نگیر چیز خاصی نیست برو وقتی هم میری سری کارتو بکن یا دستشویی که رفتی میسنی برو دستشویی بیرون دو ساعت اینطوری مثلا میشینی سر توالت الان سر کاسه توالت نشستی دست در میذاری اون سوال اینطوری حل میشد این سوال که نزدم و اینا آقا وقت داره میره برو کارتو کن برگرد حالا سر توالت داره فکر میکنه اینکه مثلا امشب برم خونه مثلا چه میدونم کدوم فیلمو دانلود کنم بعد کنکور دیدم که به گفتم با لباس نسبتا راحت با سرجسه کنکور حال لباس راحت که میگم مثل تی تیشرتی که من تنم بلان تو خونه هم هستم نه اینکه مثلا کد چلدار پوشید چون من دیدم طرف مثلا لباس کفش پوشیده یه جورابه پشمی هم پوشیده این تا مثلا تا اینجا میاد یه پیرم مردن از این خوشکا هم پوشیده کمر بندم تا آخر اینطوری بسته یغم تا بالا بسته بعد حالا میخواد بشنی سه کنکور بده نه تیشرت پوش از من شلوار باهم با, با شلوار گرم کن این شلوار گرم کنه سخت که پیرمرد تو پارک پوشن من به اون شلوار گرم کنه رفتم کنکور دادم راحت باش من با دم هستم برو با دم دا انگشتی هستم برو آقا روز کنکور تو اصلا بقیه چه مربوطه تو راحت باشی نه تیپم به هم میخوره تیپم به هم با دم برم او با کنکور داریم یه روز اه. همون برم با چیزی نداره که اونجا گیر بدن بهت اثرات به هم بزن یا مثلا با تاپ نرو سر درس کنکور بعد بگن نه تاپ مجاز نیست ببین دیگه دارم همه حالت ها رو میگم چون رو دیدم دیگه حتی آب میتونیم به خود نبریم، معمولا اونجا آب بهت میدن همونجا و اینکه وقتی هم میری نیم ست میشینی معمولا حالا اون دعای سرود اینا رو که میخونن بعد شروع میشه اون نیم ساعت اینا به چیزای خوب فکر کن به اتفاقات خوب فکر کن به چیزای خنددار به چیزای باحال نه به چیزی که یهو یه و... یهو مثلا یاد موضوعی بیفته حسادت به هم بریزه بعد کارتو خرابتر کن درسته اینم که بهت گفتم آ اینم بگم خودت آماده هر شرایطی بکن یهو می‌بینی حوزت اینجا میافته که اد کولر رو توه احساس میکنی از بید. تو باور می دونی این کردن مامانش جابجا میکنه انگار تو جابجا کردن گذاشتن وسط یخچال پس با خودت این سویشرت ببر ای آقا تو تابستون سویشرت ببر بله دیدم آقا دیدم اینا رو خود من یه بار کنکور داده بودم آ این وسط کنکور کنده من بود یخ زدم آب دماغم را افتاده بود دیگه ببر گوش کن به بند خدا رفیقای من از آیل سده بود دو هفته پیش میگفت حوزه اصلا نگو یخچال پس اینو ببر با خودت. این بر اینم بگم شاید یهو کنار حوزت یه وانتی رد شد آلات زایاد، لوازم منزل نمیدونم میز و صندلی کتاب کنکور خریدارم تمرکزتو به هم نریزا خودتو برای هر چیزی آماده کن آماده کن یه ای زن تو خیابون حواست پرت نشه ببخشید اینا دارم میگم یعنی چقدر این شرایط سخته که من در این مثلا رو میزنم ولی مجبوریم هممون این دوران رو و مجبوریم تو تو آماده کن سال 1400 که من آخرین کنکورم بود آخرین کنکوری که باش انتخاب رشته رفتن دانشگاه توی این بلندگوی حوزه ما خراب شد شروع کرد به یه سوت وحشتناک ای خدا ای خدا هیچ موقعی دارم شاید هر همین سن... الان من میگم هر در مید. این سوت از آخره فارسی شروع شد تا وسط عربی سوت که میگم این چه مثال برات بزنم دیدی مثلا این آهن این چنگال رو بوشخاب میکشی چیزی خیلی رو رو مخی میاره یه رو با اون صدا رو مخ بود همه اعتراض میکنیم آقا تو رو قرآن این چه وضعش و اینا سوت قطع نمیشاد نمیم این اقص بود چی بود الان سن... یادم خودتو پر آماده کن شاید بگید اون بند خود معلم استاده اینقدر بچانسی آره, آره دیگه خاطر این میگه من به شانس خود دارم چون این رو با چشم میدم سوته خیلی بد م... این از این این که گفتم مثلا اگه نمیشه تو اون کادر علامت نزن نزن واقعا تحصیل نمیشه خود نکاده بزن علامت بزن این هم میشه نمیشه نمیشه کار عجیب غریب انجام نده این هم که گفتم دیگه انقدر خوابم میاد دیگه مخم نمیکشه آها مثلا ما سر حوزه فکر میکردیم که آقا کنکور سر, سر ساعت هشت شروع میشه متاسفانه منم از قبلش تو زنم اینطوری تصور کردم گفتم خب هشت تا هشت و بیست دقیقه رو برای فارسی میذارم هشت و بیست دقیقه تا مثلا هشت و چه میدونم هیچ دقیقه هم برای عربی اینطوری ساعت بندی کرده بودم یه برقی کچوله هم نوشته بودم که بدنم کی بچه تموم کنم ما رفتیم گفتن کنکور هشت و نیم شروع میشه حالا ما رو نکنم یه عمر بودیم ساعت هشت فیکس کرده بودی یا این گفت هشت و نیم خب بعد میدم هشت و نیم بیست دقیقه بعدش میشه چی آره الان من محسی درستی رفته بودم نه من, من کنم همون هشت ساعت هم و هشت نیم ببرم رو هشت دارم که کمی چیز رو ببینی مثلا اگه هشت و نیم رفتی گفتن هشت و دقیقه شروع میشه پنیک نزن پنیک نکن استرس نگیر اصلا ده شروع بشه مهم نیست تو اگه تایم تو چیدی مثلا از هشت نیم تا نمیدونم نه مثلا رو ریاضی باشی حالا اون مثلا اومده نه چلو دقیقه شروع کرده ایراد نداره تو ساعت تو کوکش بر روی هشت رو چلو روی هشت نیم همون ساعتی که تو زنیت بود که اون زنیتت به هم نخوره دیگه چی بگم به خواهی تو آماده برای دیدن هر چیزی بکن بالاخره ببین دیگه ایرانه دیگه خیلی چیزا توقع نداره رخ بده رخ میده کلا تو زندگی نه ایران تو زندگی این اتفاق برادرم آدم میفته شاید اینو سوال خیلی آسون بود ذوق زده نشو بر همه آسون خیلی سخت بود زوغ زده ناراحت نشو بر همه سخت شرایط یکسانه تقریبا یکسانه این تقریبا خودتون میدونی پس ناراحتی نداره حالا بحث شرایط آزمینه بگذاریم دفترچه رو باز کردی اولین درست هم احتمالا ریاضی دیگه چون عمومی هست شده حالا برای اون افرادی که این ویدیو رو میخوان سال بعد ببینن اگه عمومی اومده بود خب فارسی حالا اگه نم نبود همین ریاضی منم با ریاضی کاری نرم هم زیستم زیست هم میخوام در تو با زیست ثابت کنم ریاضی هم دادی ایشالله که خوب بده باشی میری به زیست میرسی میبینی اه سال اول بلد نیستم اصلا تمرکزت خراب میشه فکر داغون میشه نه این کار نکنه اون رو از قصد این کار رو انجام داده <applause> که در اینجا این سال دا تو داغون کنه و <applause> تو به هم نهست بگو ایراد نداره سال یک بلد نیستم برو دو ای دو هم بلد نیستم برو سه یه بند خدایی که تو یه کنکور ریاضیشو 86 درصد زده بود رشش ریاضی بود ریاضی فکر کنم 50 تا سوال دادم 5 تا 55 55 تا چند تاست می گفت هفت تا سوال اول بلد نبودم همش هم سخت مطلق بود هفت تا به بعد رو قلطه افتادم همه رو بلد بودم 86 درصد زده بود خب اگه این هفت تا رو میدید بلد نیست اعصابش به هم میریخت دیگه روحیه‌اش رو میباخت دیگه خب تو اینطوری نباش دارم بهت میگم امکان داره که کل سوالای سخت زیست تو صفحه اول باشه کردم گرفتم اون کنی نیست بارو بعدی بعدی بلد نیست سی بارو بعدی سی بارو بعدی بلد نیست بارو بعدی این ترفند تراحه میخواد ببینه آیا تو افرادی هستی که یعنی پردی هستی که تمرکزت به هم می‌ریزه یا نه یا نه چون دو میخوای به رشته بخونی که مثلا بعدا هم جهرا بشی فلان بشی دنون بزش بشی هم دان بزش بشی, بشی،, بشی، داروساز بشی بالاخره با جون در با جونی با یه چیزی در تعاملی در تماسی آیا تو میتونی الان مدیریت تو اعصابت رو کنترل کنی توی یه آزمون؟ خب تا اگه نتونی کنترل کنی خب چطوری میخوای بگن مریض احتمال مثلا فوتش 80 درصده بعد اونجا پنیک میکنی سر اتاق عملت خودت فوت میکنی که پس طرح کنکور وقتی این کارو میکنه میخواد ببینه این دانش آموز قبل اینکه وارد دانشکده علوم پزشکی بشه سوالو ببینه پنیک میکنه اگه سوالو پنیک بکنه که دیگه جنازه رو ببینه که پس این منطق پشتش بود این تا اینجا و اینکه توی زیست میری میگردی ساله ساده رو پیدا میکنی آقا من کجا بفهمم سال ساده است حالا بهت میگم سوالایی که جمله داره و به اصطلاح تک جمله ایه اینا معمولا هستند که راحت میشن اول اونا رو حل میکنه مثلا کدوم یک از موارد زیر سعی است الف می توان در فلان به جیم داد من بخندی ها برای من معلم جدی هم خواهی کمی هم حالا با اینا رو اول بیا حل کن یه ها اول ندی بری این شمارشی حل کنی که خود اون شمارشی بیشرف چهار تا جمله داره هر جملهش هم چهار قسمته 16 تا مورد رو باید بررسی کنی نمیری سر اونا اونا رو اگه وقت اضافه آوری پس اول میریم سر سوالاتی که تک قسمتی هن. تک جمله ای که معمولا مثلا 45 سوال زیست تقریبا 25 شش این مدلیه یا 30 تا شش مدلیه 25 شش این شش مدلی معقوله راحت میشه حل کرد بعدش میری سر سوالات دو قسمتی در سخرک میتوان فلان چیز را همانند سیارک دید سخرک سرک همانند این میشه دو قسمتی بعد اینا رو حل میکنی بعد وقت اضافه آوردی میری سه قسمتی در این همانند این برخلاف این بعد اینا رو حل میکنی یه هم میبینی که آقا تو زیستت مثلا دیگه وقت نداری ایراد نداری تو میدونی سوالات تک قسمتی جواب دادی سوالات دو قسمتی جواب دادی سه قسمتی جواب دادی؟, جواب دادی شمارشی ها مونده حالا اگه وقت نداری. فدایش سرت من قرار ما همه سوالات بزنیم مثلا ما صد زیست نداریم برو ببین آخرین صد زیست کی بوده نه, نه نیاز نیست سرد بزنیم پس اگه وقت اضافه آوردیم میایم سر شمارشی ها پس اول از حال ساده شروع میکنیم میریم به سمت سخت یه موقع از وقت وقت اضافه نیه بردم فدا سرت وقت اضافه بود، ای پنق اضافه آوردم حالا برو سمت شمارشی ها سمت شمارشی هم که میری هر شمارشی رو انتخاب نمی کنیم شمارشی که منطقی تره. چی که احساس میکنی بلدی شمارشی ببین گزیناشو سریع نگاه بندا ببین تو گزیناش یه چیز نمیشه که بلد نباشی یهو ببین سه تا ای. مورد جیمو بلد نیست کاش از اول واردش نمیشد پس چشمی نگاه بکن دستت میاد پس این خیلی مهمه سوالات رو ما اول ساده ها متوسط ها و در نهایت سخت ها رو جواب میدیم بچه خیلی خستم خیلی خستم یه نفس بگیرم ادامه میدم ادامه ادام آقا حواست باشی اه... گاهی اوقات گاهی اوقات که نه معمولا هر سال یکی تا دو تا زیست غلط و خارج از کتاب اینو گذاشته که کسی صد نشه اینو گذاشته که اعصاب تو رو به هم بریزه از سوال بگذر اصلا فکر نکن در رابطش فکر نکن یه الکتروکاردیوگرام تو کنکور 1400 که خارج از کشور داده بودن هر چهار تا گزینه غلط بود خب تو اگه بیای روی این فکر کنی حسابت به هم میریزه الکتروکاردیوگرام هم مثلا مسلط باشی میبینی ای یک نمیشه دو نمیشه سه نمیشه چهار نمیشه اصلا حسابت به هم میریزه قف میکنی رو سوال میگی من باید به جواب برسم وقتی که داری عدس میدی اعصاب خود شده چون سوالو حل نکردی وقتم داره دست میره که حل نمیشه آقا اون سوال ذاتا غلطه فکر نکن رو اون برو رد شو اونو گذاشته که تو دقیقا وقتت اعصابت بره که رتبت خراب بشه خب تو بر رد بشه اون تلس اون سوال نه که درست بگیری ازش یا گاهن پیش میاد سوالی میدن که تو کتاب نیست مثلا تو کنکور همین 1401 که خارج از کشور گفته بودن که مثلا دارن که آقا پرندگان دیافراگم دارن خب پرندگان دیافراگم ندارن این موضوع کتاب درسی نیست و تو کنکور مده بود دانش آموز اگه نمیدی دستاش داغون میشه شمارشی هم بود نمیتونست با حذف گزینه بره کلش خراب میشد آقا یه موقع هست یه سوال دادن نکتهش رو کتاب درسی نیست یا ندیدی ولی تو یه مطمئنی قسم عزت عباس میخوری اون درست یا غلطه اونو بزن اونو بزن مثلا تو کنکور 1400 و 1400 داخل یه شکلی داده بود در رابطه با همون حالا جای گوزنی و رحم و اینا بعد یه قسمتی از این بند ناف بود یه علامت سال گذاشته بود اون علامت سال بند در نهایت بند ناف رو میساخت ولی خب هیچ جکت به درسی نبود آقا ما اگه اینو نمیدونستیم تست رو دست میدادیم خیر خیر چون یه گزینه انقدر زایی بود که اصلا نیاز نبود تو اینو بررسی کنی پس حواست باشه اگه تستیو میبینی خصوصا توی تک جمله یا یا دو جمله سه جمله بجز شمارشی ها که یه گزینه رو مطمئنی غلطه <تص> یا مطمئنی صحیحه اونو بزن چهار تا گزینه داری اصلا سه تاشو بلد نیستی به خود من شاگرد دیدم دیگه این مدلی داشتم از چهار تا گزینه ما باید به یه جواب برسیم دیگه طرف سه تا جواب بلد نیست ولی یکی مطمئنه مطمئن همون درسته همون رو بره سه تا رو بلد نبودی ولی اون یه نر مطمئن بودی درسته این میشه روش حزب گزینه یا مثلا دو تا رو مطمئن نیستی دو تا رو مطمئنی دو تایی که مطمئنی رد کن بین دو تایی که مطمئن نیستی باز دوباره بیشتر بررسی کن طبق تجربه شما وقتی دو تایی که مطمئن نیستی رو رد می‌کنی بین دو تایی که باقی مونده میمونی تو این تایم مخ تو ناخداگاه داشته تحلیل میکرده امکانی که جواب برسی بین این دوتا دو بازیکی رو هست کنی خیلی زیاده تایش نمیرسی پنج و پنج دیگه پنج, و پنج, و پنج و نزن. نزن 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 واقعا بعضی اون بدشانس این پنج, و پنج, و پنج و بزنیم همش غلط در میاد یا اینکه هم ریزی منفی سی زده بود ببین پس چند چیزایی رخ میده پس اگر یه گزنه یا دیدید کتاب نیست یا تالا تویش تستی باش برخورد نکرده بودی جدید بود برات نه ترس گزنه دیگه رو بررسی کن طبق تجربیات حل میشه این سوال بچه من یه آب بخورم چیزی بخورم ویدیو رو میام الان ادامه میدم دیگه خسته شدم خب ادامه میدیم مثلا من خودم توی کنکورم یه ساله جنتیک دیدم حل نمیشد منم خدای ژنتیک چرا حل نمیشه قفل ببین ببین من در اصلا داغون میشه که دارم شکی شفت سال قبل هم میگم ده دقیقه داشتم فکر میکنم خدایی چرا حل نمیشه چرا حل نمیشه من که همه عادتها رو نوشتم چرا جواب پیدا نمیشه چرا جواب پیدا نمیشه حالا کافیه که اون دام تحراب باشه سواله غلط باشه خشن یادمه ده دقیقه وقتم رفت روی سوال قفل نکن تو رو قرآن خیمه نزن ببین شد شد نشد برو بعدی فوقش وقت اضافه میره باز من که بهت گفتم معمولا به وسط های زیست که برسی یه احساس خستگی میکنه احساس می‌گن اینجا درد میگیره اینجا آت. اینجا باید اون حالا ماده قندی تو مصرف کنی اینجا این مغزت خسته شده نیاز ماده قندی داری ماده قندیه رو باید اینجا مصرفش کنی حتی ده دقیقه یه رو قبلی که اتفاق بیفته معمولا پنی دقیقه عزیز گذاشت ماده قندیه رو بخور ولی خسته میشی ولی موخت کار نمیکنه. اه... منم که بهت گفتم اه... ببین 70 درصد نکات سوالات چه کنکور سخت باشه چه آسون باشه مشترک هست برو ببینی، دیگه برو ببین. اون مثال زورت کنکور 98 اومد 99 اومد 1400 اومد 1400 یکی تیر اومد 1400 یکی دیمه اومد داخل اومد خارج اومد یعنی کسی 98 حل میکرد 99 میزد اونو اون مثال دانه گرده نمیدونم روی کلال قرار بگیره 98 اومد 99 اومد 1400 اومد 1400 اومد, 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 اومد آخا این نشون میده ساله کنکور خیلیش ایداش تکراریه حالا میبینید دیگه حسرت نخوری بری ببینی اینا رو بعد بگی اکاشیکی که به این اینن تکرار میشه بله اینن تکرار میشه اینن تکرار میشه پس مسلط باش تو این 7-8 روز باقی مونده تستای کنکور ساله قبل خوب بررسی کن خصوصا تستای کنکور خارج تجربه نشون داده که مثلا اگه الان کنکور الان کنکور 1402 خارج داشته باشین تو 1403 داخل ایدای خارج خیلی میاد مثلا خارج دیمان من دیمان خارج ریا نه. اگه نداشته باشه برو خارج 1402 که تی رو بررسی کن خارج رو بررسی کن خارج ها مدلاغه کنکوره این از ایسته گوزینه ها آره رو وارد کنی چک کن چشت خطا نکنه درسته وارد کنی سر رو وارد کنی چون گاهی دیدیم مثلا تو تست دیدی یه تست شماره مثلا نمیشه گزینه یک یک گزینه دو دو گزینه سه سه آقاش بعضی اوقات ترتیب نداره گزینه یکش میبینی زده چهار گزینه دو زده سه یعنی گزینه دو یعنی سه مورد درسته دقت کنین بعضی از افراد من دیدم سوالا رو تک تک حل میکنن وارد میکنن این وقت میگیره معمولا 5 تا 5 تا وارد کنی بهتره 5 تا که زدی تو دفتر چه؟ حالا برو وارد پاسخت بکن پاسخ برگت بکن اینطوری وقت کمتری میگیره دقت کن دقت کن میخوای وارد کنی با مداد مشکی نرمت کامل پر کن دیگه اینم که بهت گفتم بازم میگم یهو که تو دل زیست بری چون موتورت گرم نیست شاید اولش احساس کنی که یه سری مطالب رو فراموش کردی مخت کار نمیکنه ادامه بده تا یه سری سوالاتی که قطعا مطمئنی چند تا سوال که شروع کنید تازه موتور روشن میشه تازه موتور روشن میشه هی سوالات رو حل میکنی و حل میکنی تا آخر تا آخر اون تایم سر جلسه بشین زودتر نیا بیرون اینم تا اینجا دیگه فکر کنم حرفام در رابطه با سوالات و اینا تموم شد اما بحث استرس ببین شما میخوام خیلی واقع بینانه صحبت کنم من تقریبا 5 دقیقه شده اگه فردی هستی که احساس کنی ناامید میشی فردی هستی که احساس میکنی دوست نداری با واقعیت طرف بشی این 5 دقیقه به بعدو نبین رو راست دارم میگم مثلا مثل مثلا که دکتر به یکی به که آقا بیماری شدیدی داری بعد طرف تکسیب کنه بگه نه من چیزی نیست کیاسی میبینه خودش اینجای بعد دیگه میخوام وارد واقعیت ها بشه. میخوام وارد حرفایی بشم که شاید کسی بهت نزده باشه نشنیده باشه به خاطر این اینجای بعد شنیدنش دشواره. یعنی یکم هم صحبت های تلخ و دارک میخوام بکنم اگه اونقدر قوی هستی که با حقایق کنار بیای گوش کن اگه نیستی نه همینجا ویدیو رو پاس کن چیزی که برای کنکور نیاز داشتی تا الان رو بهت گفتم این حرفه که میخوام الان بزنم برای بعد کنکوره برای آینده است برای سرنوشته اگه احساس میکنی اینا اعصاب تو به هم رو گوش نکن همون پنج دقیقه اول گوش کن ببین خام در تو استرس صحبت کن توی دانش آموز یا انقدر کار کردی و مسلطی که می نتیجه میگیری یا لای کتاب باز نکردی نتیجه نمیگیری خب اگه اون کسی هستی که لای کتاب باز نکردی خب خودت میدونی لای کتاب باز نکردی معجزه رخ نمیده که معجزه که تو کنکور رخ نمیده که و تو واسه چی استرس میگیری تو واسه چی استرس معجزه که رخ نمیده که مهلت داشتی وقت داشتی لاشو باز نکردی جمع شده هیچ هم بلد نیست تکلیفت مشخص اما توی که بلدی تلاش کردی تو واسه چی استرس داری مگه کم داری مگه مشکل داری تلاش کردی این همه زحمت کشیدی درصدای خوب آوردی نمرات خوب گرفتی ترازهای خوب گرفتی نتیجه خوب گرفتی بعد استرس چی رو داری استرس چی داری وقتی مسیر درست صفی نجی گرفتی باست چی استرس داری؟ اینجا اگه استرس یه کم داری درسته آدم بابت یه چیزی که مطمئنه که استرس نمیره که پس تو نباید استرس بگیری توی هم که لاشو باز نکردی نباید استرس بگیری اما میمونیم با یه تیفی که این وسط قرار داره یعنی تیفی که دیر شروع کردن مثلا مطالب رو یعنی دیر شروع کردن بخوندن ولی خب چیزایی بلده سطحشون متوسط رو به بالاست اینا قضیه براشون پنجا پنجاه اینا اگه استرس بگیرن برای اینا طبیعی اینا اگه کنکورشون هوشمندانه بدن همون چیزه که خوندن رو بتونن پیاده کنن اینا هم نتیجه خوبی امکان داره بگیرن امکانش هست امکانش هم کم نیست امکانش هست درسته اینا امکانش هست اما سری افراد سر متوسط روی پایینن اینا هم بعد بستگی داریم چی میخوان یه موقع هستی مثلا من رشته شیمی میخوام دانشگاه مثلا آزاد شهرستان میگم ایراد نداره تو هم میتونی نتیجه بگیری تو هم میتونی نتیجه بگیری تو هم چه مثلا یه زیست 20 درصد بزنی نتیجه تو میگیری همون ساده ها رو فقط بزنی میگیری تسی ساده هم داریم دیگه دیگه کنکور دی دیدی یه گفته ببینید مرحله اینو این, این تو تولدگی تراژنی کدوم مرحله است دو تا چیزو گفته وسطی چیه تکلمه اصلا فکرم نمیخواد تو 5 ثانیه تو 1 ثانیه حل میشه تو با اینا رو بزن با اینا بزنی 20 درصد میگیری با اون 20 درصد اون رتبه و دانشگاه که میخوای به دست میاری اوکی پس برای هر تیفی میبینم استرس فرق داره برای کسی که خیلی خونده اصلا استرس نباید داشته باشه برای کسی هم که اصلا نخونده نباید داشته باشه اونی هم که وسطه بعد واقع بین باشه اگه دانش آموز متوسطی نباید مثلا یه توقع داشته باشه رتبه دو رقمی سه رقم بیری خب نمیشه مجزه که رخ نمیده ولی میتونی توقع داشته باشی یه پنج شیش هزار بیاری یا چار هزار بیاری پس اگه احساس میکنی که میخوای بری برای دو سه رقمی بدون نمیشه استرس علکی نگیر که برم دو رقمی سه رقمی نه نمیشه خب این متوسطی اونقدر تلاش نکردی همونقدر تلاش کنی همونقدر محصول بهت میده همونقدر تلاش نکردی خب اونقدر نتیجه نمیگیری همونقدر که تلاش کنی همونقدر نتیجه میگیری پس واقع باش. امید واهی بده بچه امید علکی بده اینکه مثلا من کلا دو ماه خوندم برای کنکور بعد با خودم بگم الان دیگه میخوام صبح تا شب بخونم برم برای دندان پزشکی دانشگاه تهران امکانش نزدیک صفر نزدیک نزدیک, نزدیک. آدرس نمیگم صفر شاید واقعا چون شاید بشو. شاید یه درصد بش موردهای خیلی 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 ناچیزی بودن که شدن ولی خب اینا استثنات آمار خوندی دیگه ما تو آمار داده های پرت پرت اینا رو حساب نمی کنیم استثنات رو حساب نمی کنی. این تا اینجا یکم آب بخورم این آبا مم. پس هر چقدر که تلاش کرده باشی میتونی نتیجه رو بگیری استرس برای چیز علکیه استرس برای کسیه که دنبال یه چیز بالاییه ولی تلاشی براش نکرده اون استرس میگیره استرس یعنی چی؟ استرس یعنی من میگم میشه یا نمیشه شک با خودم مطمئن نیستم کنکور رو میخوام چیکار کنم میگم میشه یا نمیشه استرس میگیرم ولی وقتی خونم م... ولی وقتی خوندم مطمئنم تلاش کردم پس میشه امکانی که بشه خیلی بالاست تازه بازم اینجا نگم 100 درصد آقا چرا هم شاید یو کنکور سختت خراب شد بود. بعد نه آقا من تداش کردم شما گفتیم میشه خب ببین دیگه اینا که میگم اینا یک در یک میلیونه اینا من روخ نمیده دیگه حالا من به خاطر اینکه 100 صد درصدی صحبت نکنم این مثال زدم اصلا یه خونی استرس بسه چی خوب خونی دیگه استرس استرس برای تویی که مطمئن نیستی خودت مطمئن نیستی یکم خوندی یکم نخوندی نمیدونی تهش چی میشه شما استرس میگیری که شما هم اگه اون نکاتی که گفتم و انجام بدید باز میتونی نتیجه که معقول رو بگیری این بحث استرس و اینا بچه ها اگه استرس گرفتید یکم این سمت بسطل نخواه رو اینجا رو فشار بدید این آرامش میده این اینجا کمی آرامش میده آب بخورید آب آرامش میده قرص آرامش اینا نخورید قرص های مثلا آرامش رو اینا نخورید اونا اوکی نیست اونا معمولا خواباوره نتیجه خوبی ندار هر کار دارویی مارویی میخواد انجام بدید با پزشک عمومی هم نه متخصر نه با فوق تخصص مشورت کن تا اینجا خب حالا میخوام یکم صحبت کنم در تو بعد کنکور این بعد کنکور که میشه افراد چند هستن؟ یا افرادی که مطمئنن میشه و میشه یا افرادی که میدونن نمیشه و نمیشه یا افرادی که وسطن یا افرادی که وسطن نمیدن میشه و نمیشه اینا تا نتیجه نیاد نمیدن موزه چی اونی که شد خب خوش به حالش مبارکش باشه نوشی دونش تداش کرده شده اوکی اونی که نشد باید بشنه دو دو تا چهار تا کنه چرا نشد تلاش کردم و نشد تلاش نکردم و نشد علت نشدن رو بنویسو کاغذ مثلا یه شاگردی میگه آقا من نشد چرا نشد تلاش نکرد برای کنکورم نخوندم خدا نکره خانوادم و کسی دست داده بودم خدایی نکرده من شکسته شکست عشقی شده بودم یه مشکلی تو سال کنکورم رخ داد نتونستم بخونم و نشد مدرسه میرفتم مدرسه وقتم رو میگرفت نمیدنم دنبال هاشیه بودم حالا به هزار تا دلیل ما همیشه برای نشدنها دلیل زیاد داریم تا شدنها هزار تا دلیل مثلا هستش که بگیم آقا نشد ببین یه موقع هست تو میگی من تمام تلاشمو کردم نشد من اینجا میگم ببین سعی نکن دیگه برای کنکور تلاش کنی مجدد چون تو صد تو گذاشتی نشده اگه دیگه تو میگی من کاری نبوده که انجام ندم هر کاری که باید انجام میدم و انجام دادم نشد دیگه خب نشده دیگه یه مثال بخوام بزنم که بهتر درک کنید خودم هم مثال میزنم خود من یه چنین تیپی بودم تراز نزدیک هزار قلمچی رتبه دو رقمی قلمچی و سنجیش تو کشور در صدای هشتر خودم توی دروس تخصصی مثل ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست ولی میرفتم سای جلسه کنکور نمیشد تایش هم اتا نوست و هفت حالا جون سه سیف رتبه خوبی ها برای کسی که دو رقمی سنجش بشه خراب کنه باید بشه سه رقمی مثلا باید 400 500 میشه نه 2000 هزار سه بار تلاش میکردم نمیشد چرا؟ چون من زحمتم رو کشیده بودم کارامو کرده بودم همه چیزی که باید انجام داده بودم سر جلسه اینقدر استرس شدید میگرفتم دلرد میگرفتم رودم به هم میریخ کارم به دستشویی میکشید نمیتونستم صد درصد علمم رو منتقل کنم و من کامل سوالاتو بلد بودم ولی نمیتونستم حل کنم از استرسی زیاد بعضی از آدم ها تیپشون مثل منه ذاتن آدم های استرسی هن. یعنی اینا شاید اندازه یه استاد دانشگاه بلد باشن ولی به خاطر استرس شاید نتونن اون نتیجه رو بگیرن خب تو پشت کنکورم بمونی سال بعد هم باز استرس میگیری که من چی میگم تو ذاتت اینه دیگه من دارم فراز حفظا دو رقمی بودم دیگه من چه کار بکنم برای سال بعد که پشت کنکور بخوام بمونم که سه بار موندم دیگه چه کار بکنم دیگه چه کار بکنم من دیگه دو رقمی هم 80 90 میشم. دیگه چه کار دیگه چه کم و کستی چه کم و کم کاستی؟ کستی چه کم و کاستی دیگه وجود داره همه کارمو کردم آزمون جامعه صد دور زدم کتابو تموم کردم همه همایشا رو دیدم نکات همه رو بلدم از تا سال کنکور 265 شو بلدم ولی استرس شرایط روی کار من رو خراب کرده خب تو سال بعدم بری باز استرس میگیری همین میشه یا برو روان پزشک خودت درست کن یا برو روانشناس که من متاسفانه نرفتم یا برو خودتو درست کن یا سال بعدم بری همین سال بعدم بری استرس میگیری همین قضیه پیش میاد مثل من هی سه سال میری و با یک علم و تسلط و سرعت زیاد میری ولی باز اون چیزی که میخوای نمیشه من نرفتم درست کنم استرس هم هنوزم استرس دارم هنوزم آدم استرسی هست خاطر این میگم اگه چنین آدمی هستی که احساس میکنی همه کارتو کردی سعی تو گذاشتی نشده و نمیتونی درستش کنی به نظر من عمرتو هدر نده با کنکور عمرتو هدر نده یه موقع است میگی خب من اگه برم مشاور درست میشم میخوام برم مشاور اس اس ام کنم یه باری دیگه امتحان کنم امتحان کن امتحان کنی کن بستگی به خودت داره نم این تا اینجا بعد دو دو تا دو, دو دو تا چهار تا چهار تا بکنی ببینی که ایراد چی بوده آیا ارزش داره باز تلاش بکنی یا نه یه موقع از ارزش داره و تلاش میکنیم اون چیزی که میخوای به دست میده یه نه فقط عمرت میره میتونی دانشگاه بنویسی دانشگاه آزاد باشه پیام نور باشه این سراسریه با شرط معدد چی اونا باشه که حداقل عمرت نره دانشگاه رو داشته باشی در کنارش باز دوباره کنکو بخون اه... نمیخوام حسد بخوری نمیخوام وقتی به 45 سالگی رسیدی بگی ای کاش یه بار دیگه تلاش میکردم میشد حسرت خیلی بده داشت. آدم وقتی حسرت چیزی رو بخوره حسرت یعنی ای کاش ای کاش بر نمیگرده زمان بر نمیگرده زمان هیچ موقع بر نمیگرده وقتی سی ساله شده میگی ای کاش تلاش میکردم دیگه نمیتونی برگردی تلاش کنی خیلی امکانش کمه تو سی ساله بخوای برگردی مثلا کنکور بدی با زباری نه تموش فراموشش کن پست ایز پست گذشته دیگه گذشت فراموش کن نمیخوام حسد بخوری و. چون من آدمی هم که تو زندگیم خیلی حسد دارم میخورم خیلی حسد خوردم تو دیگه مسئله من انجام ده حسد نخور تو بگو من صدم رو گذاشتم دیگه مطمئنم حسرت هم دیگه در کار نیست حسرت ناشی از کم و کاستیه ناشی از این که تو میدونستی میتونستی بهتر بشو نشدی اینجا حسرت میخوری میتونستی کاری انجام بدی انجام ندی اینجا حسرت میخوری من اون موقعی که دانش آموز بودم مدرسه میرفتم یه آقای با یه پیرزنی داشت دعوا میکرد و من رد شدم من نرفتم و پیرزن دفاع کنم و همینطوری بدون که واکنش بدم رد شدم نزدیک هفت سال گذشته شاید بگم هفته یه بار حسد میخورم میگم من مگه آدم نبودم من مگه انسان نبودم چرا رد شدم چرا نرفتم از اون پیرزن دفاع کنم بعد سالها دارم حسد این موضوع میخورم احسا اون داغون کرد هنوزم هم گایی میگم چرا دنبال چرا نباش دنبال ای کاش نباش ببین زمان که دیر بشه بگذره دیگه این ای کاش و حسرت فایده نده چون دیگه بر نمیگرده تا پدر مادر و داری رو داری میتونی قدرشون رو بدونی دیگه خدای نکره اینا برن دیگه حسرت میمونه میگی مثلا ای کاش بیشتر اینا رو دوست میداشتم ای کاش بیشتر پیششون بودم ای کاش بیشتر قدرشون رو میدونستم نمیخوام حسرت تو زندگیت بخوری هم. حالا بزرگترم که بشی بخوای شریکی زندگی و انتم پیدا کنی همینه تو بحث دوست داشتن هم همینه گاهی قاعده که مثلا دوست داری بهش نمیگی و حسرت میخوری و این فرد رو از دست میدی و ای کاش ها شروع میشه ای کاش گفته بودم بحث غرور همینه دیگه ما انسان مغروریم مثلا که خوشم بیاد میکنه که بهش بگیم کمه معمولا کمه تو افراد خاطر اون غروره بعد که این فرصت دست بره حسرت میخوره ای کاش میاد ای کاش میگفت ای کاش میگفت من من با تو حال میکنم با هم دوست باشیم همو بشناسیم دیگه گفتنش که اتفاقی نمیافتاد که اتفاقی نمیافتاد که نازلیم زندگیامون به ای کاش بکشه چون ای کاش دیگه بر نمیگردن پس نازل کارت به ای کاش بکشه اگه واقعا عشق چیزی رو داشتی بهش برسی ولی تلاش نکردی شرط مهیا نبوده ولش نکن بگی خب دیگه هر رشته شد میرم نه اگه شد شانس دوباره یه امتحان بکن ولی باید همه حالتها رو بررسی کنی چون اونورم امکان داره که خدا نکره پشت کنکورم بمونی و عمرت هم دست برو آخرش هم به هیچی نرسی این این از خود بررسی کنیم این تا اینجا بچه حالا میخوام با اون دسته صحبت کنم که اون چیزی که میخوان و قبول میشن و میرن ببینید زندگی ملال داره ملال یعنی چی؟ ملال یعنی به سطوح آمدن خسته شدن بچه هر چیزی که ما دوست داشته باشیم بعد یه مدتی برامون عادی میشه یکم تلخا حقیقت زندگیه مثلا شما یه دوچرخه دوست داری لح لح میزنی بهش برسی تو بچگی دیدی دیگه لح لح میزنی به این دوچرخه برسی و میرسی زوغ داری یک سال بازی میکنی چند ماه بازی میکنی دیگه هر تکراری میشه دیگه اون زوغه رو نداری کل زندگی اینا کل زندگی اینا من خودم حالا الان ورزش نمیکنم اون زمان که ورزش میکردم پول جمع میکردم دوتا هالتر بخرم هالتری که برای بدنسازیه بعد خیلی دوست بخرم موقع گرون بود منم استاد کنکور نبودم من یه مدت استاد نقاشی بودم نقاشی هم کردم پول در که اونقدر کنکور میشه بود نقاشی کنتر هم حس حسعه دوست داشتم یه حالتر بخرم که ورزش کنم زوق داشتم و اصلا گفت خوابشون می‌دیدم که من این هالتره رو بخرم ورزش کنم باش خب بالاخره خریدم یه چهار پنج تا تابلو نقاشی کشیدم و فروختم و خریدم خیلی ذوق داشتم یکی دو باش ورزش میکردم دیگه برام خیلی عادی شده بود مثل یک شیء معمولی بود برام بچه کل زندگی اینه گوشی میخری ذوق داری خوابشو میبینی ازش محافظت میکنی هی hey, نگاش میکنی قاب میخری یه لست میخری یه مدت که میگذره برات یک نواخت میشه دیگه اون زوغه رو نداری کل زندگی اینه کل زندگی اه. آه. یه موقع از دوست داری ماشینی رو بخری تلاش میکنی ساده سال ماشین رو میخری ولی بعد دو سه ما دلتو میزنه دیگه تکراری میشه نواخ میشه زندگی همینه دیگه حالا اینکه که, ماشینه شاید که این حرفه برای شما زود بشه ولی من میگم چون دوست دارم حقایق رو بدونید اه. من همیشه اعتقادم اینه که آدم بعد از اول بدونه که آقا اون ته سرابه، سمتش نره نه اینکه فکر کنه آبه تا تهش بره بعد ببینه سراب بوده اصابهش به هم بریزه میخوام همه چی رو بهت بگم در درجات بالاتر عشق هم همینه حالا من عاشق نشدم نمیدونم ولی میدونم همینه همین هم. تو عاشقه نفر میشی، خیلی دوستش داری خیلی زیاد ببین این تا موقعی که بهش نرسیدیه تا موقعی که به دست نیوردیه اون شوق و اون شوره ولی وقتی به دست میاد ولی وقتی بهش میرسی بازم هستا ولی کم میشه کم میشه کم میشه اه... کم میشه یکم تلخا تو دیوونه واری که دوست داری ولی بعد یه مدت این خیلی آتیشش کم میشه دیگه عشق نیست اون اوایل مثلا هی باید پیام میدادی تماس نمیدونم شب بخیر صبح بخیر بیرون برو اینا الان نه الان مثلا دیگه اون دلتنگر نمیبینی چون اون شور و هیجان هیمت پایین هیمت پایین آقا این ماهیت زندگی نمیگم چیز بدیش تاریخی، ماهیت زندگی هر چیزی اینطوریه حالا مدتش فرق داری یه موقع است تو حواسه کباب میکنی که آبرو میخوری دیگه سیر میشه یه موقع است نه مثلا حواسه ماشین میکنی رو میگیری تا مثلا 7 8 ماه ذوق داری بعد با سیر میشه درسته بحث رشته اینا همینه تو الان میگی من عشق پزشکی دارم عشق دندون دارم میری بعد یه مدت برات یک نواخت میشه و اون عشق اولیه دیگه نیست یه اصلا میری میبینی اونی که فکر میکردی نبوده ببخشید یک رویایی تو زنه داری میگی خب من میرم پزشکی میخوام بخونم پزشک پرستیج درآمد جایگاه اینا تو زنده دیگه داری سراب میسازی داری سرابه رو میسازی ولی اون رو نمیبینی من میخوام اونورم هم بهت بگم که بعد چار پنج سال بعد نگی ای کاش کی بود اینا رو به من میگفت من دارم بهت میگم که دیگه نگی ای کاش میگفت ببین این رشته ها رشته های سختی هر ترم که بری نزدیک هزار صفحه باید بخون 400 صفحه همین ترم یک ترم یک چرا میخوای بخونی میخوام بگم ترم یک نزدیک 400 صفحه بعد بیشیمی یک بخونی نزدیک 100 تا 200 صفحه بعد زیست سلولی مولکولی بخونی یه 200 صفحه آمار زیستی معمولا میخونید یه 200 صفحه آناتومی میخونید خیلی درسی حجمه بعد اینا برای 4 5 ماهه خب تویی که احساس میکنی برات برای یک سال سنگین بوده اینجا باید هزار سفر رو بخونیم بعد مثل دبیرستان نیستش که بگیم اساتید خوب درس ندن استاد جدید بگیریم یا پدر مادر اعتراض کن نه دانشگاه حقیقتا کیفیت تردیس همچین بالا نیست همچین که هیچ بالا نیست بالا و یه تو یک جلسه یک ساعته استاد میاد صد سفر رو گربشور میکنه میره این هم حقایق دانشگاه است حقایق رشته است یا فکر نکن که هم اول بری یک درآمدی داری که اوف نه آقا پزشک عمومی تو درمان کار ما مایی سی میلیون میگیره 20 میلیون میگیره از اشنفی میگیره اصلا من گاهی میگیرم میگه من کم کم مایی سی میلیون در میارم 20 میلیون در میارم کم کم آره میگه کم کم سی میلیون در میارم پزشک عمومی هم تو درمان کار همونقدر در هم میارم فکر نکن پزشک عمومی شدی قراره که از در و دیوار برا چیز میز بیاد نه خبر خاصی رخ نمیده تخصص بگیری اوزای کم بهتر فوق تخصص بگیری بهتر خب تو پزشکی عمومی میشی هی سال بعد بخونی فرض میکنی من دو سال برای کنکور خوندی مثلا یه سال هم پشت کنکور بودی مثلا تا این 10 سال یه چهار سال هم باید بری تر چهار ده سال چهار سال تخصص بگیری هیچ سال دو سال فوق تخصص فلوشیپ بگیری یا سه سال 20 سال بچه 20 سال باید درس بخونی میتونی تو نزدیک یه چه سالی باید تحصیل میشی میتونی درس های سخت ها نه انقدر انقدر درس های انقدر انقدر ببین میتونی یا نمیتونی عرفیق باید بزنی عشقه باید بزنی از مهمونی باید بزنی آقا خب مگه ما چقدر عمر میکنیم مگه چقدر قرار از زندگی استفاده کنیم که چهل سالش تو درس باشی بچه من دکتر میرم با دکتر صحبت میکنم اینا میگن و میگن ما هیچی از زندگی نفهمیدیم نه تفریح درست حسابی کردیم نه اشغال درست حسابی نه سفر درست حسابی همش یا درس بود درسم هم تموم شد بدم همش شد کار ببین ای آیا میارزه که انقدر زندگی رو وقف کنی برای چین رشتایی ببخشی در واقع من می‌خوره؟ خسته خیلی خستم شرمنده میارزه نمیارزه اونقدر خود جواب بدی یک کسی مثل من که عاشق این مسیر مثلا بودم و دادم ارهای دیگه واردش میشم که به پزشکی برسم چون من دانشوی دکتوره دانوزیشگانشگاه تهرانم خوام شیف کنم برم سمت پزشکی خب من سه سال برای کنکور دست دادم سه چهار سال این بر هفت سال ما دست دادم همینطوری و یه 20 سالم باید بخونم یعنی من شاید من شاید چون من رش... چیزی که دوست دارم تخصص چشم من دوست دارم فوق تخصص قرنیه بشم دارم بهت میگم خواهم بخوام فوق تخصص قرنیه بشم چه دو سه چهار سالم میشه میارزه من چون عاشقشم بد دوست دارم. دوست هم از تفریم اشغالم دوست رفیق مسافرت کافه بازی گیم فیلم سفر همه چی بزنم ولی بهش برس عشق دیگه بابا عشق دیوانگی دیگه اینم عشق من عشق اینو دارم دیوانه اینم عشق اصلا یعنی موقعی که اون قوه منطق عمل نمیکنه ضعیف شده من همین حالا منطق به من میگه که تو استاد کنکوری بشین یه کتاب کنکور بنویس کتاب میتونم خفنم بنویسم چون استاد نقاشی هم هستم میتونم کل زیست رو بیام تصویری کنم یه کتاب توپ خفن تو زیست بنویسم که میلیاردی فروش بره یه کتاب بنویسم متمایز شبیهش نباشه هر چاپش که هر بار که چاپ بشه میلیاردی بره تو جیب من نمیتونم کارو کنم میتونم کارو بکنم نمیتونم پکیج شدید کنم پکیج های بی تو کشور که دانش آموز پکیج بخرم مثلا اینکه هم ندم وقت هم سهی بشه هر پکیج هم مایی 400-500 میدون فروش بره نمیتونم خب میتونم خب چرا این کار انجام نمیدم چون عشق اینه که برم میدونه فوق تخصص جراح چشم بشم و این کنکورم دارم عشقی انجام میدم به عنوان تفریح نه به عنوان کار جدی خب ببین عشقه اینجا منطق منو گرفته دیگه منطق اینه که من برم یه کتاب کنکور بنویسم برم یه پکیج بدم میلیاردی در بیارم ولی عشقه میگه نه برو تا سالگی سمت پزشکی اینه خودت رو لعه کن داغون بکن تا چلو دو سالگی تازه فرق و تحصیل میشی مو سفید شده همه ریخته و اینا تازه اون موقع نمیتونی درمده الانی که میتونی از مثلا اه... کنکور در بیاری اون موقع در بیاری عشق یا دیو. مثل من دیوونه ای خب دیوونه ای دیگه نیستیم که دیگه راه های بهتر برای پول در هست تا جون مردم او بیت کوین ارز دیجیتال سرمایه گذاری اقتصاد راه پول در آوردن خیلی زیاد برنامه نویسی خیلی زیاد و دادم که عاشقه چشش نمیبینه اصلا عشق یعنی موقعی که شما دیگه نمیبینی کور میشی این بحثم همینه تازه عشق عشق مدل منی که میگم مثلا تو داری برسی بعد یه مدت دیگه اشبا میشی خود منم <تصفح> که دارم بهتون میگم <تصفح> رخ میده مثلا میرم تخصص چشم میگیرم فوق تخصص قرنیم میگم میگیرم بعدش هم تکراری میشه یه سال میری مطب با ذوق میری دیگه بعد این هم تکراری میشه دیگه هر روز صبح بدن شو برو مطب چند جرعه بکن شب بیا خونه زن و بچه باز بخواب باز فرداش برو مطب جرعه بکن نار بخور بیا خونه یک فرندی که دائم داره انجام میشه خب این زندگی دیگه یک نواخ میشه دیگه شیرنی نداره تا زندگی فردی که مسافرت میره اشغال میکنه با دوستاش میره بیرون کتاب میخونه فیلم میبینه دوره شرکت میکنه زبان یاد میگیره میره خارج اشغال میکنه ریسک میکنه کوه میره حیوان میگیره گربه میگیره اه... مهارت یاد میگیره خب این داره زندگی میکنه این تو زندگیش بالانس بالا پایین ایجاد کرده که یک نواخت نیست نه کسی مثل من من زندگی نمیکنم من سالها زندگی نکردم من سالهاست دارم یک نواختی مطلق رو ترجب... تجربه میکنم یا درس میخونم یا درس میدادم حتی نه بگم اینطوری هم نبودم من یادم مهارت بعدم همون اسمم هم تو اینترنت سرچ کنی از نقاشی گرفته از تدریس به زبان انگلیسی گرفته هر چی گرفته می‌بینی خیلی کارای خفن انجام دادم ولی می‌خوام بگم که خب خیلی اشغال کم اشغال کم کردم دیگه یعنی نه تفریح خاصی بعد انجام بدم نه سفر خیلی خاصی رفتم نه مثلا رفیق بازی مثلا انقدر انجام بدم نه از نوجوانیم استفاده نکردم از جوانیم استفاده نکردم شما استفاده کن و همینطوری عمره رفت و خواهد رفت تو آینده هم میخوام برم فوق تخصص چشم بخونم خب هم تو هم هیته خودم یک چاه هزار عمقی اینطوری میشم دیگه گستردگی ندارم دیگه انقدر درگیر میشم دیگه نمیتونم یکم تعمه زندگی رو بفهمم پس این هم دارم بهت میگم اینو بدون این رشته ها بری اوکی پول در میری ولی خب پول تو در بیاری ولی وقت و عمر و شرایط خرج کردنش رو نداشته باشی چه سودی داره تو اصلا این پونست من در بیارم صبح تا چه وقتی باید بریم مثلا چه من مذهب، و مریض و درس بخونی آپدیت باشی کورس های پزشکی رو یاد بگیری پوصد من به چه 500 تومن بدم میخوری که بگه من کاری ندارم برم سفر برم فلان کار رو انجام بدم درست اینا من این, این حقایقی که خواستم بگم حسرت نخورید نزید کار به حسرت بکشید و عمر کوتاه چش به هم بزنی 20 سالت شده سی سالت شده نمیخوام این مدلی باشی که بگی سی سالم شد تفریه نکردم لذت همو نبردم اون چیزی که میخواستم یاد نگرفتم سی و چند سال هم شده هنو یه زبان بلد نیستم هنو یه ساز بلد نیستم خب داشت زندگی نکردی خواهر من عزیز من, تو زندگی نکردی تو مثل یک روباتی بودی که دائم چیز یاد گرفتی یه سی تلخ هم بگم هی تشنه میشه حرف میزنیم تشنه میشه دیگه ببین هوش مصنوعی که وارد این جهان شده خیلی هم سرسته کرده به احتمال ریزت بشر رو نابود میکنه ببین دیگه هوش مصنوعی که بیاید یعنی عدم نیاز به دکتر عدم نیاز به معلم عدم نیاز به حرفای من عدم نیاز به زبان عدم نیاز به ریاضیات و اینا عدم, نیاز به انسان عدم نیاز به ماشین عدم نیاز, عدم نیاز به تشخیص سرطان و اینا عدم نیاز به دکتر مهندس تنون داروساز یعنی عدم نیاز به اینا وقتی چت جی پی تی بتونه سرطان رو به درستی تشخیص بده دیگه آیا طرف تو کلینیک میاد پزشک میذاره که حقوق پزشک بده وقتی چ... چت جی پی تی تو فرض کن بهش اطلاعات 100 تا 500 تا کتاب پزشکی رو بدی کدوم پزشکی تو جهان هستش که بگه الان اطلاعات من از چت جی پی تی بیشتره این داره روز به روز گسترده تر و گنده تر میشه جلو تو میگیره یه روز خیلی تر... ترسناکه من دوست ندارم صحبت کنم ولی میخوام واقعیت رو بگم تو فرض کن این تا یکی دو سال دیگه جای پزشک و دندون پزشک و داروساز و دام پزشک و فیزیوتراپ و بینایسنج و همه رو بگیره نیروی کار دیگه نیاز نیست اون موقع بعد اون موقع میگی من 20 سال درس خوندم که بعد یک هوش مصنوعی بهت کار من رو انجام بده با دقت و با دقت خیلی بالاتر من هزینه خیلی کمتر من خیلی هم راحت‌تر خوام آینده جهان رو بهت بگم من این ویدیو رو که دارم الان میکنم فکر میکنم الان هشتم تیر 1402 شاید بعدا این ویدیو خیلی پخش بشه وایرال بشه ولی ترسناک آینده ترسناکی داریم با این هوش مصنوعی حوش هوش مصنوعی همون که خفن و درجه یک توپه همون قدام هم ترسناک یا نگیم پزی شدن 20 لرز خوندم بعد هوش مصنوعی مده به من داره جراحی و ماینه میکنه من دیگه مریض ندارم و... این این از این دیگه چی میخواستم بگم خیلی خستم چیزی جد بزنم نمید ولی سعی میکنم بگم دیگه من که بهت گفتم آها تو دانشگاه که میرید حالا اینا دیگه به من مربوط نیم دانشگاه خیلی متفاوت از اون چیزی که تو ذهنتونه ترمای اول دانشگاه زوغ دارید بعدش این زوغه میخوابه یه عده زیادی وارد فاضای عشق و عاشقی میشن که بالغ بر هفتاد درصدش ختم میشه به شکست عشقی غم های بعدش اعصاب خردکنی های بعدش کیفیت تدریس پایین کیفیت پایین آموزش دانشجو نخاله اتفاقات ناخوشایند اینم بهت بگم فکر نکن دانشگاه خبریه خیلی محیط جذبی نیستش من داد تا پاش دارم میگم خیلی محیط جذابی نیستش هرچی بیشتر صد کار خود بشه بهتر <applause> نم که بهت گفتم آقا مهارت یاد بگیر بچه تا میتید مهارت یاد بگیر تا جوانید زبان یاد بگیرید موسیقی یاد بگیرید ورزش یاد بگیرید هنر خط نقاشی یاد بگیرید دیر میشه دیر میشه اونایی که مهارت دارن همیشه سرگردن بقیه جلان که یه درصد خواستی کار دانشجویی انجام بدی بگی من زبانی بلدم یه گیتاری بلدم درس میدم یه کاری بلد یه بار یه پزشکی من رفته بودم باش صحبت میکردیم گفت ببین واقعا پزشکی چیز خاصی نیست خیلی رشته ترس نکی. گفتم چطور گفت یه چیز بهت میگم شاید تعجب کنی این در تو بکر رفیق های سمیمه که اون رفیق صمیمی که دکتره خیلی خوب تو قلبه گفت اون دکتر قلبه اون خیلی دکتر خوبه گفتش که شاید زیر دست من تا الان 500 مریض مرده باشه بچه ها خطاست یک رگ و اشتباه بشکافی یک سوتی بدی کشتی و تو فرض کن میخوای سی سال تبابت کنی سی سال تبابت میکنی هر روز میخوای عمل جرایی انجام بدی ببین چقدر این خطرش وحشت مکن یعنی فکر کن تو این مدت آسیب نمیزنی به بیمار تو مگه روباتی کارات درجه که انجام بدی یعنی نمیشه تو سی سال سی چه سال تجربه بعد بار یک خطای پزشکی رخ بدی بعد اگه یکی بکشی به یکی بزنی اون وجدان چی میخواد بگه نه نه من فقط اومدم اضافه کنم حرف پزشکی اومدم بگم میخوام همه چیو بگم چون بار برید ببینید چقدر دانشجو اومدن سمت رشته پزشکی و اینا و علاقه نداشتن این سختی رو دیدن اینا رو دیدن یا انصراف دادن یا فارغ التحصیل شدن کارهای دیگه انجام دادن یا کلا مسیرشون خراب شده من میخوام همین چه بگم اینجا بگم بدونی دیگه من فکرم حرف تموم شد دیگه حرف جدیدی نمونده حالا یه قدمی تو خونه میزنم یه چیزی میخورم نقطه جدیدی اگه بزنم به این ادامه ویدیو میگم دوستتون دارم من دیگه حرف زیادی ندارم دیگه نمیخوام پرحرفی کنم چون هرچی هم اینا رو بگم انسان ناشنواست انسان وقتی مردم بهت بگم اینجا بمبسته نرو امکانی که برفم گوش کنی کم اتفاقا میری میبینی بمبسته بعد بر میگردی نه از اتفاق بیفته یه نفرم با این ویدیو من نتیجه خوب بگیره من خوشحال میشم یه جمعندی میکنم خود ببین کدوم زندگی بهتره فرض کنی رشته رفتی که علاقه مثلا داشتی یه درنامه مثلا داریم مایی مثلا 780 میلیون چهار پنج سال خونی فارغ و تحصیل شدی بیست سالت فارغ تحصیل شدی چون علاقت بودی رفتی سمت علاقت کارم سریعتر پیدا کردی سم به در آمدم رسیدی یه خونه نسبتا خوبم گرفتی یه ماشین نسبتا خوب نگه همه نسبتا خوب با حقوق تفریم میکنی سفر میری کافه میری کویر میری شمال میری جنگل میری با دوستات میری بیرون جوج میزنی استک میزنی مهارت یاد میگیری کلاس پیانو میری کلاس موسیقی میری کلاس گیتار میری کلاس زبان میری کلاس نقاشی میری کلاس یوگا میری فلسفه میخونی منطق میخونی روانشناسی میخونی بریکینگ بد میبینی جدول حل میکنی مسابقه میبینی تلگرام چک میکنی دوستاتو میبینی کوه میری هی خونگی میگیری باش بازی میکنی اه جمعه هم میگیری میخوابی شنبه هم میخوابی استراحت میکنی میه این زندگی یه زندگی ما هست بیس سال میخونی فوق تخصص میشی 500 میلیون مثلا در می مثلا بیس سال تفریح نداشی دیگه شده چهل سال دیگه آدم یه چهل ساله دیگه مثلا تا یک آدم 20 ساله و اینا خب نه با متفاوت اند یه 20 ساله میتونه خیلی کار انجام بده ولی 40 4 ساله نمیتونه اون مثلا چه نمیشه بد نفقاشیات بگیره 20 ساله 21 22 ساله نه نه دیگه نزدیک حدی 40 و 50 میریسی که دیگه عصبانه نشیش دیگه ماورا من گفت داشم میگفتم آره این فوق تخصص جراح شدی هفته سو میری بیمارستان مریض داری عمل میکنی دوازده شبم هم می خونه میخوابی نه بچه تو میبینی نه زن تو میبینی نه میتونی مسافرت خاصی بری نه با رفقات بری بیرون نه مهارت خاصی یاد بگیری نه موسیقی گوش کنی نه تفریح کنی خب کدوم این زندگی بهتره اینکه 20 سال بره نمیدونم عمرت بره هیچ کاری هیچ تفریش لذتی نبرده باشی صبح هم بری عمل کنی مریض داشته باشه دواز شب اصلا نه آقا تو پنج بعد از ظهر 5 تا بیای خونه تا دروازه شب تفریح کنه خب تو دیگه اون موقع چلو خورده سال تا چه تفریح میتونی بکنی اون شور و حی... های... نمیگم علاوه بر فیزیکی و ها. شور و هیجان اولیه که تو دو دوران جوانی جوانی دیگه نیست تو حالا خب درسته این درآمد در این 80 میلیون 90 میلیون بیشتر 500 میلیونه ولی واقعا خودت بیا ببین کدوم این دو تا دارن زندگی میکنن واقعا اولی داری زندگی میکنه دومی شده ربات صبح برو مطب جرعه کن بیا شب بیا خونه بخواب فرد این کار انجام بده پس فردا انجام بده زندگی مناتنس یک نواخت میشه بذارید زندگی فلکچویشن داشته باشه بالا پایین داشته باشه فلکچویشن یا بالا پایین یا نوستان یا باونس به زندگی معنا میده ببین وقتی یک تلخی باشه بعد شیرینی بیاد اینو احساس میکنی وقتی تاریکی وجود داره نور رو احساس میکنی تو فرض کن که تو جهان کلا نور وجود داشته باشه اصلا تاریکی نباشه نور رو میفهمی نه تو فرض کن شب نبود اگه شب نبود انسان نور رو درک میکرد نه اگه سختی نبود راحتی درک میشد نه اگه بالایی نبود پایینی درک میشد نه اگه بار مثبتی نبود بار منفی تعریف میشد نه اگه بدی وجود نداشت خوبی درک میشد نه اگه گرمایی نبود ما سرما رو میفهمیدیم نه تو فلسفه میگن کل و شیعه چون من فلسفه هم کل و یعرف به زده هون. هر چیزی با زده شناخته میشه فلاکچویشن این نوستان بالا پایین وقتی بالا پایین باشه زندگی معنا میگیره یک نواخت باشه نمیفهمی یک نواخ کلا همه چی خوب باشه خوبی دیگه نمیفهمی یک نواخ کلا نور باشه دیگه نور رو نمیفهمی باید عدم باشه دیگه داره فلسفی میشه میگن وقتی که عدم باشه هستی درک میشه وقتی شب باشه روز درک میشه گرما باشه سرما در سرما مثلا درک میشه وقتی سرما میخوری تا سلامتیو میفهمی وقتی سختی بکشی راحتیو میفهمی باور کنید بچه اینایی که دائم تو پر قو بزرگ شدن سختی و احساس نکردن اینا تعم راحتی رو نمی چشن. ولی کسی که سختی رو احساس کرده راحتی و آسایش رو زیر دندونش احساس میکنه پس زندگی که فلاکچویشن بالا پایین داره نوسان داره زندگی زیباییه زندگی که کنن صبح بلنشی بری شب بریاری یک نواخته پوچه نامفهومه بدون شور و هیجانه بدون رنگ سیاسفیده زندگیتون رو یک نواخ نکنید بالا پایین بذارید خلاقیت داشته باشید دیگر یوتیوب اومده آدم به همه جا دسترسی داره مهارت یاد بگیرید زبان یاد بگیرید واقعا هر چیزی پول نمیخواد من خودم خیلی چیز رو از یوتیوب یاد گرفتم اینم حرفای من بود یه پنیق استراحت میکنم اینو پاز میکنم کنم یه حرفی نمونده باشه یه آبی بخورم و بیام اینجا دور بزنم دیگه بعد من چیزی مونده باشه اگه مونده باشه اون میگم یا اگر مونده باشه اینو پازش میکنم سخنای من تموم شد شاید بعضی خوششون نایمده باشه ولی اینو واقعیت ها بود چند سال بعد به حرفای من میریسی بعد می اینجا کامنت میکنی یا شاید هم رسیده باشی خلاصه خواستم واقعیت ها رو بگم اینکه تو بدونی تو این کوچه میدون مین نری روش خیلی فرق داره با اینکه بری رو میدون مین و بترکی و تازه بفهمی مین بوده ها مثال سرابستی آقا زندگی رو خیلی سخت نگیرید آدم از فرداش خبر نداره تو فرض کن سخت بگیری خدای نکرد فریاد ببینی پا نداشته باشی بعد بگی که پادشاه اشغال هم کرد می چیه؟ زندگی رو سخت نگیرید آدم از فرداش خبر نداره دیگه دیدی تو اینستاگرام دیگه فرد چپ خوابیده فرداش دیگه نبوده تو فرض این فردم هیچ درکی از زندگی نداشت همش مثلا کار میکرده همش مشغول بوده یکم درک کنید زندگی و یکم تهمش رو بچشید آدم گاهی اوقات وقتی که به مقصد خیلی فکر بکنه بعد زیبایی مسیر رو یادش میره یادتون باشه وقتی میخواید به مقصد برسید از مسیر لذت ببرید که اگر مقصد نرسید یا مقصدی وجود نداشت یا مقصد خراب شد بگید حداقل مسیر خوب بود اه، زندگی رو سخت نگیرید بله زندگی رو سخت نگیرید جهان جهان ناپایداریاست دیگه از اتم گرفته تا انسان تا همه چی ناپایداره پایدار نیست سر جاش نیست اوکی نیست در نوسانه حرفای من تموش خسته نباشید دوستشم باتون با بیشتر صحبت کنم ولی خب یه سری از صحبت ها جاش تو این سن و الان نیست خسته نباشید